سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو پنجمین قسمت از برنامه سیمولیشن یا همون شبیه سازی هستش. در خدمت دوست عزیزمون هستیم اینجا. یه سلام علیکم شما بکنید. سلام خدمت شما بینندگان عزیز و همتون شما. خیلی خوش اومدید. قسمت پنجمه. توی این قسمت یه موضوع جذاب داریم مثل عادتهای قبلیمون. میخوایم اول بگیم که موضوع چی هستش؟ خب میخوام با چند تا جمله چند تا سوال ازتون بپرسیم، چند تا جمله بگیم، بعد موضوع برنامه مشخص کنیم. تا حالا شده میداد چیزی رو ببینی ولی باورش نکنی؟ یه چیزی که به نظرم از درک ما خارجه واقعا، مثلا تو باورت نمیشه این واقعیه. حالا مثلا حالا شده چیزی رو راجع به یه موضوعی چیزی بشنوی، بعد بری حتما بگی من با چش خودم ببینم باور کنم. حالا اکثرا ما همینی میگیم که تا با چش خودت دیدی باور کردی. و خیلی مهم، ما یه زبان مسئله قدیمی داریم که میگه شنیدن که یه باید مانند دیدن، شنیدن که یه باید مانند دیدن. ببین ما طبق جلسات قبلی صحبتی کردیم، خب چشم ما خطا زیاد خطا میکنه. تا زمانی که نور به یه جسمی منعکس نشه چشم ما قادر به دیدنش نیست. یعنی حتما باید یه نوری به یه جسمی بخوره، انعکاس اون نور ما میتونیم اون جسم رو مشاهده کنیم. حالا شما در طول روز تو خیابون که راه میرید، تو گوشیاتون مثلا دارید اینستاگرامتون رو چک میکنید، یا مثلا برنامه‌های تلویزیون نگاه می‌کنی، فیلم نگاه می‌کنی، اینا همه‌شون با چشمتون داره دیده میشه دیگه. یعنی دارید می‌بینید این سری مسائل. دقیقاً ما نکته‌ای که می‌خوایم جلسه بهش اشاره کنیم همین دیدن است. یعنی موضوع اصلی ما رسانه است. رسانه‌ها همیشه یه محیط کاملاً ایزوله بودن که دستور گرفته میشه که یه سری کار رو انجام بده. شما تبلیغات روزی از رسانه هاست. بعد ارزم بزرگتون که فیلم، تلویزیون، سینما، کلن چیزهایی که شما در طول روز نگاه میکنید بهشون واسه شون وقت میذارید، مثلا اخبار نگاه کردن، اینا جزی از اون سیستم رسانه‌ای که حتی شاید نگاه هم نکنه، مثلا رادیو بعد آره گوش رادیو اونم رسانه حساب میشه. حالا موضوع رو یه خورده بازترش کنیم که چرا اصلا ما مثلا رسانه ها رو پیش کشیدیم. موضوع رسانه ها ببینید، ما توی سیستم شبیه سازی یا همون سیستم کنترلی که خود جلسات قبلی باش صحبت کردیم، یکی از مهمترین بخش های کنترل رسانه ها هست. را به چه شکل؟ ببینید شما میاید یه متنی رو توی گوگل رو سرچ کنید راجب یه موضوعی، حالا هر موضوعی میتونید، ولی که تو گوگل اون متن رو سرچ میکنید و دنبالش میگردید اون موضوع رو، گوشیتون رو که باز میکنید داخل اینستاگرامتون که میبینید دقیقا همون موضوع رو براتون میاد. آره مثلا چه بدونم در مورد یه جنسی شما میخوای تحقیق بکنید تو گوگل، دیگه پشت سر هم تبلیغاتش توی اینستاگرام میاد، نمیدونم دقیقا تو یوتیوب میاد، همه جا میاد. اونجاست که میفهمی که قشنگ این سیستم برنامه نویسی این اپلیکیشن ها و فضای مجازی هوش مصنوعی داره کاملا شما رو شخصی سازی میکنه. یعنی اینکه نیازهای شما رو براتون میاره خیلی راحت، شما هرچی با هر متریالی که بخوای فقط کپی سازی. خب الان این به نظر چیز بدیه که مثلا نیازامون رو میگه بهمون؟ نمیدونم. ببین نه اصلا بد نیست که شما تو این داستان مثلا بالاخره یه پروسس که داره جلو میره دیگه، علم به قول خودمون داره پیشرفت میکنه، با پیشرفت علم هم دسترسی آدم ها به خیلی از چیزها آسان‌تر خواهد شد. قطعا همین موضوعه، این اصلا چیز بدی نیست. مهم طریقه استفاده کردن ازشه، مهم اینه که شما از چه چیزهاییش میتونی راحت
به قول یارو گفتنی حالا قدیمی میگن درس بگیری، ولی من میگم که انتخاب کن کدوم گزینه ها رو انتخاب کنی، کدوم راه درسته. برای این انتخاب است که ما اینجا نشستیم داریم گفتگو میکنیم. پس یعنی میگی به طور کل رسانه چیز بدی نیست، هرچند داره کنترلمون هم میکنه. دقیقا. مهم اینه که به چه کاری میگه، این مهمه. دقیقا. حالا طبق عادت هر هفتهمون که ما یه فیلم معرفی میکنیم، امروز هم میخوام یه فیلم بهتون معرفی کنم. فیلم تومن شو به بازی فوق‌العاده جیم کری. دیدم اون فیلم خیلی قشنگه. فیلم فوق‌العاده است. یعنی تمام صحبتی که من میخوام راجع به رسانه بکنم تو چارچوب این فیلم رفت. یعنی گنجونده شده. شما کاملا میتونید این فیلم رو وقتی با دقت نگاه کنید کاملا به اون درک رسانه میرسید که تا کجاها نفوذ کرده تو زندگی آدم. حالا یه قسمتی از این فیلم هست، طبق عادت خودم که من اصلا فیلم رو اسپویل نمی کنم، مثلا دوست ندارم که اسپویل کنم. مزهش کم میشه، حال قویه نداره. یه تیکه از این فیلم هستش که شما نگاه میکنه متوجه میشی که اهمیت اینکه ذهن شما مشغول به چه چیزی توی زندگیتون میشه یا چه چیزی تو زمین ناخودآگاهتون جایگذاری میشه توی این فیلم کاملا حضور داره. میتونید ببینید. حالا ما بحثمون رو حالا از فیلم یه مقدار فاصله بگیریم، بحثمون رو به رسانه ها ببریم. ببین شما در طول روز شاید 400 تا 500 تا تبلیغ ببینید و اصلا نتونید نمیخواد بشموریش. یعنی اینکه مثلا من میخوام بشینم بشمورم چند تا تبلیغ دارم میبینم این تبلیغ اصلا چی بود. ولی هیچ کسی نمیشموره، ولی حدودا همینقدر میبینیم ما. ولی ناخودآگاه شما این تبلیغات رو داره میبینه و تو زمین ناخودآگاهتون این تبلیغات میشینه جایگزین یه سری مسائل دیگه میشه. مثلا شما دوباره برگردید به همون سیستم سرچ توی گوگل، یه تحته شما یه کاری دارید توی مجموعی، خب قطعات زیادی اونجا هست، شما یه تحته هست اون مجموعی که اصلا شاید مورد نیاز دارم نباشه، شاید بشن فکر نه. شما راجع به یه موضوع دیگه میرید سرچ میکنید، بعد میای نگاه میکنی میبینی وسط این سرچ هایی که داری میکنی، وسط اطلاعات که گوگل یا اینستاگرام یا هر اپلیکیشنی که دیگه در اختیار شما میذاره اون دت ای میاد، یه چیزی پیشنهاد میده، یه چیزی پیشنهاد بهت میده. بعد شما نگاه میکنی میبینی همون لحظه است که بهش احتیاج بود. جالبه واقعا این اتفاق افتاده واسه من. حتی اصلا بهش فکر نمی کردی، یعنی واقعا باز تعجبی که آقا من چرا باید الان به این احتیاج کنم. یعنی اگه بخوای بهش فکر کنی، غالبا ما اصلا فکر نمی کنیم، ما میخوای خب چه خوبه بریم بخریمش، به کارمون میاد. آره همین که به کارمون میاد بریم بخریمش میشه متریالیست. ما وارد چرخه متریالیست میشه، دوباره وارد اون بازیه شد به صورت ناخودآگاه. چرا؟ با سیستم رسان. حالا مثل یه قلاب قرص میندازه ما رو. دقیقا. ببین احتیاج داریم به این هوش مصنوعی، ما خیلی نیاز داریم یه همچین چیزی باشه که بخواد مثلا ما کارامون راحت تر بشه، انتخاباتمون راحت تر بشه، یعنی چیزی که میخوام انتخاب کنیم راحت تر بشه برام. ولی یه نکته خیلی مهمی اینجا هست که اینکه وقتی که این اتفاق میفته حداقل شد یه خورده فکر کنیم که ببینیم آیا هوش مصنوعی یک گام از ما جلوتره، نیازهای ما رو میشناسه، یعنی میدونه من الان فردا، یعنی فردا به چی نیاز خواهم داشت که اون رو برای من میاره که من ببینم که نیاز فردا ما امروز بخرم یا نه. اینو میخواد تو ضمیر ناخودآگاه من بکاره که بگی نه حتما بخره خوبه برد. این یعنی چیزی که من دارم بهشون میدم خریداری کن. خیلی جالبه این موضوع. یعنی اینجوری که دو تا راه بیشتر نداره، این دو تا احتمال بیشتر نداره، یا اون یه قدم اما جلوتره که میدونه ما چه احتیاجی داریم. خیلی ترسناک این موضوع. خیلی ترسناک واقعا وقتی فکر میکنی که اون یه قدم از تو جلوتره، که یه هوش مصنوعی بتونه تو رو حدس بزنه، بتونه تو رو پیش بینی کنه. که حد واقعا یه من میترسم خودم به شخصا. واقعا ترسم که اینجوری که فکر میکنی به قضیه، که مثلا شما نگاه میکنی آقا من اصلا به این احتیاج پیدا نکردم، یا برداشت میام اه مثلا من به این قضیه احتیاج داشتم،
یه جای خالی انگار تو زندگی پیدا میشه. مثلا خیلی جای فکر داره، یعنی الان همه ماهایی که الان حتی شما بینندگان عزیز و شما میلاد جان و خود من که با اپلیکیشن و رسانه ها در ارتباطی، همه این اتفاق برامون افتاد. ولی من میتونم به جرئت بهتون بگم 99% ما حتی اصلا بهش فکر نمی کنیم که اصلا این چیه، این چه موضوعیه که داره ما رو درگیر میکنه. ما همه میگیم که خب این خوبه به کارمون میاد، مثلا نگاه میکنی این اینجا به کارم میاد، واسه این میتونم استفاده کنم. شرکت روز روز رو همه میشناسن، یه برندیه که شما حتی قدرت خرید ماشین هم نداشته باشی، حتی اصلا علاقه‌ای به ماشین نداشته باشی، روز روز رو میشناسن. خیلی باید، یه لاکچری ترین ماشین هست. اومدم به شرکت روز روز بودم، شما چه تبلیغات میدارید؟ گفت من نیازی به تبلیغات ندارم. گفتن خب چرا؟ خب کسی که ماشینی که از من میخواد بخره آدمی نیستش که وقت داشته باشه بشینه رسانه ها رو نگاه کنه، تلویزیون نگاه کنه که تبلیغ من رو ببینه. جالب. یعنی اون سیستمه که روز روز گذاشته میگه آقا من ماشینی که دارم میدم خیلی گرونه. خب کسی که پول میده این ماشین رو میخره وقت نمی کنه بشینه اخبار نگاه کنه که بخواد ماشین رو بخره، مثلا تبلیغ ماشین من رو ببینه بره بخره. وقت همچی کاری رو نده. جالبه، این یه استعاره میتونه باشه دیگه، میخواد بهت بگه که اگه میخوای این ماشین رو بخری باید از اون کم بکنی. از اون کم، درست. جالبه. حالا خودش هم یعنی تبلیغ حساب میشه به نظر من. خوش تبلیغ خیلی آخه یه موضوع دیگه بود، حالا یه مقدار از بحثمون هم فاصله بگیریم، هم تو بحثمون هست. کارخونه بنز یه مسابقه برگزار میکنه، نمیدونم شنیدید که میگن که اگر بتونید یک ایراد از ماشین بنز بگیرین ما یه بنز به شما هدیه میدیم. یه خانم آلمانی، فکر میکنم آلمانی بود، حالا دوستان شما اطلاعاتتون بیشتر از من، نمیدونم، فقط من اینو شنیدم و دارم الان بازگوش میکنم، که یه ایمیل میزنه به کارخونه بنز که این ایراد رو میگیره. میگه بنز تنها ایرادش اینه که شما یک بار سوارش بشی دیگه نمیتونی سوار هیچ ماشین دیگه بشی. اینو شنیده بودم یه چیزی، یه جورایی. خب این هم تبلیغه، یعنی اصلا شاید میتونه کلن این قضیه دروغ باشه برای کارخونه بنز، مثلا همچین اتفاقی تا حالا نیفتاده باشه. ولی کارخونه بنز با این یه تبلیغات گسترده جهانی سود دو طرفه است. نه باز بریم سراغ تاریخ سینما و تئاتر. من میخوام یه خطی به شما بدم که ببینیم این اصلا این قضیه چجوری، اصلا چرا رسانه شکل گرفته، از کجا شکل گرفته رسانه ها. ببینید زمانهای خب تاریخ از اون جایی که بشر اومده روی زمین واسه سرگرمی یه چیزایی باید داشته باشن. ما قدیما بهش میگفتن مرثیه خوانی و تعزیه و یا اینکه مثلا تو کافه ها میشستن داستانهای رستم و سهراب رو تعریف میکردن، قصه سرایی میکردن. ببینید تو اروپاش میشستن تو کافه ها راجع به قهرمانانشون شعر میگفتن، موزیک میساختن، مردم تو کافه ها میشستن اینا رو گوش میکردن. اوقات فراغت. دقیقاً اوقات فراغتشون. حالا اوقات فراغت دیگه ارضا نمیکرد مردم، اومدن تئاتر رو شکل دادن. تئاترایی که توی محیط بسته بود با سناریو، نمایشنامه‌های معروف، نویسندگان معروف که از کتاب‌هاشون نمایشنامه‌ها می‌بردن، بازیگر می‌بردن و تئاتر اجرا می‌کردن و استقبال زیادی شد. یواش یواش اون سیستم قصه‌خوانی از بین رفت. که یه نفر قصه رو تعریف می‌کنه، یه نفر قصه. اون از بین کم رنگ شد، اومد تئاتر. تئاتر اومد تا به تئاتر امروز تقریبا رسید. خب چه اتفاقی میفته واسه تئاتر؟ سینما شکل میگیره. وقتی که سینما شکل میگیره خب هم وسعت سناریو بیشتره، هم تعداد بازیگر بیشتره، همین که شما لوکیشن های مختلفی میبینید توی فیلم حوصله سر میره، پس مردم گرایش پیدا میکنن به سینما، موضوعات جذاب تر شدن، داستان ها تونستن جاهای دیگه برن. این خیلی بهتر. خب میان به کجا میرسن؟ میرسن سینما. سینما
توی دهه خودش رو بالا میکشونه. بعد تلویزیون که رسانه بود که از اولش بوده، میاد نگاه میکنه خب تلویزیون بیننده هاش کم شده، میاد چیکار میکنه؟ خودش شروع میکنه تولید کردن محتوا، فیلم و سریال و موزیک ویدیو بذاره و شومناش رو بیاره مثلا اینا. تلویزیون باعث میشه که سینما حذف بشه، حذف که نمیشه چون کسی که علاقه داشته باشه میرن نگاه میکنه، ولی دیگه اون سینما به معنی سینمای گذشته نیست. بعد از تلویزیون که این اتفاق میفته چند دهه میگذره، الان پلتفرما میاد، پلتفرم میاد مثلا نمونهش نتفلیکس، دیزنی. شما نگاه میکنید میبینید که خب تمام فیلم هایی که تا رو تو عمر دیدی تو اینا هستش، نیازی نداری به سینما بدید، نیازی نداری تئاتر نگاه کنید چون تئاتر هم داخلش هست، نیازی نداری اصلا تلویزیون رو یواش یواش اینا رو از رده خارج بکنید. یعنی اینجوریه که ببخشید من بین صحبت هم اینجوریه که اول مرثیه خانیه هست به اصطلاح یا همون کافه ها، بعد تئاتر میاد جای اونو میگیره پر میکنه دارن، بعد سینما میاد جای تئاتر رو میگیره، تلویزیون میاد جای سینما رو میگیره، هی داره این آپدیت میشه، هی آپدیت میشه. بشر داره به یه جای پیشرفت داره میکنه، بشر داره به یه جایی حرکت میکنه که اصلا شما یه مثلا با یه خیلی یه چیز ساده کوچیک میتونی تو خیابون که نشستی یه فیلم برده، یه موضوعی تو ذهنت انتخاب کنه میشه مسئول برات بیمشی اصلا نباید تعجب کنی چون ما رو به این راه دارن میکشون. خب دیگه الان تو گوشی هم فیلم خیلی ببین میداد این مثل زنجیره است دیگه، این زنجیره بهش وصله. ببین شما میای سینما، سینما نگاه میکنیم میبینی خب تلویزیون، این هی زنجیره بار به هم وصل شده، سری چیزا رفت کنار، سری چیزا اومد جدید در شد. خب الان اپلیکیشن ها میان وصل، شما باید ماهانه یا آب و ماه پرداخت کنی بهش که بتونی فیلم ها رو راحت تر ببینی. بعد نگاه میکنی میبینی چقدر ما متریالیست شدیم، چقدر وارد این دنیای متریالیستی شدیم و نگاه میکنیم میبینیم خب رسانه مثل زنجیره، یعنی متریالیست به رسانه بسته، رسانه به بانک بسته. بعد نگاه میکنیم میبینی آموزش میاد بسته، یعنی همهشون زنجیره بار بسته، زنجیره بار هم بسته. یعنی این زنجیره اگر یکی از این زنجیره ها قطع بشه شاید این چرخه قطع بشه. من اصلا نمیخوام تو این برنامه هایی که داریم میشازم انکار کنم پیشرفت علم، اصلا نمیخوام بگم که اصلا غلط هوش مصنوعی، نه هوش مصنوعی خیلی چیز خوبیه، احتیاج واقعا کارمون رو راحت تر میکنه، بله اون اصلا نمیتونیم ما مثل چه میدونم ناندرتال ها زندگی کنیم که بالاخره نیاز داریم به این اجتماع، نیاز داریم به این تکنولوژی. ما تا اینجاش اومدیم، من فقط میخوام بهتون بگم که تو این برنامه هایی که داریم میسازیم بحث انتخاب است. ببینید شما نیازهاتون رو دارید برآورده میکنید، یعنی با اون سرچ کردن ها و این خرید های اینترنتی و اینا، خب نگاه میکنیم میبینیم اگه نیازی نیست خرید کنیم خب نخر، وارد اون متریالیسم نشو. ببین مثلا شما میای یه گوشی نگاه میکنی میبینی زده 200 مگاپیکسل، از اون نگاه میکنی میبینی گوشی خودت 16 مگاپیکسل، بعد احتیاج یعنی حس احتیاج پیدا میکنی میگی من برم این گوشی 200 مگاپیکسل کیفیت دیگه، یعنی تحت تاثیر رسانه و تبلیغات میری توی آره میری تو متریالیسم. بعد اصلا نیازی نداری یا چون شما یه عکس میخوای با قباش ببینی، بعد اصلا حالا اون گوشیه یعنی یه سنسوره، یه چیز کوچیکی داره، سایز سنسور رو اونقدر بزرگ نیست، اصلا اینقدر کلا سایز سنسور تو گوشی نمیتونی که سایز سنسورش رو بدی دوربین کنان بذاری، همونه. شاید رزولوشنش بالاتر بره، صفحه نمایش بزرگتر بشه که رنگ ها رو بهتر نشون بده، ولی اصل موضوع که تغییر نگرده که. مثلا بیا یه مثال ساده تر بزنیم، کشور ما داره ماشین تولید میکنه پراید، درسته؟ خب پراید یه مدل میاد بیرون، خب پراید همون موتوره، همون بدن رو داره، هیچ چیزی تغییر نکرده، دو تا ایربگ بهش اضافه میشه، یه آپشن محسوب میشه، آپشن محسوب میشه، میشه مثلا پراید وان برفرض میشه، نمیدونم ضبطش فلان میشه، میشه پراید تو مثلا، هی آپشن اضافه میکنن بهش.
طرف میاد میگه خب آقا این پرایدی که من خریدم الان فول آپشنه، دندشم اتوماته 160 تا میره. اونم میگه خب منم که پراید خریدم 160 تا میره. میگه خب واسه من دندش اتومات میره، خب واسه من دندش منوال. یعنی که اصل موضوع هیچ فرقی نمیکنه. تغییری نکرده. این رسانه است که داره با ما بازی میکنه. این رسانه است که داره همش به ما یادآوری میکنه که ما متریالیست میشیم. ما رو میخواد وارد اون چرخه بکنه که حتما ما به چیزایی که نیاز نداریم، یعنی چیزی که نیاز نداریم رو تهیه کنیم و بخریم. دیگه خیلی نمیخوام راجع به این موضوع صحبت کنیم چون واقعا ساعت ها میتونیم بشینیم. من مثال های بسیار زیادی هستش که میتونیم دستش بزنیم. ببین دیدن فیلم خوبه، دیدن اخبار خوبه، گوش کردن به موسیقی خوبه. من اصلا ممکن اینا نمیشم. اصلا خیلی خوبه. من خودم هر روز موسیقی گوش میکنم، فیلم نگاه میکنم، همه اینا هستش. هممون نیاز داریم. داری فیلم معرفی میکنیم. دقیقا. هممون به این سیستم نیاز داریم. تا وقتی که ما اونو تحت کنترل بگیریم و ما بخوایم ازش کار بکشیم، نه اینکه اون ما رو تحت کنترل بگیره و اون به ما بگه چی کار کنیم. خیلی قشنگ بود این حرف. میگه که وقتی خوبه که شما به کار بگیریش، نه اینکه اون تو رو تو ذهنت بکاره که این کار خوبه، اون کار خوبه. صحبتی اگه مونده؟ صحبت خاصی ندارم. انشاءالله که مفید بوده باشه براتون. بازم مثل تمام برنامه هایی که پایانش میگن فقط تفکر کنید، انتخاب رو درست بکنید. خیلی ممنون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه این برنامه. تا هفته بعدی و قسمت بعدی مراقبت کنید. آها بعد یادتون هم نره که این پایین برامون کامنت بذارید. اگه کانال رو ندارید سابسکرایب بکنید همین الان. به دوستاتون معرفی بکنید. این ویدیو رو هم بفرستید براشون. دیگه همین دیگه حرفی نمونه. مراقبت کنید و خداحافظ. کات.